به نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محصلین گرامی، بیننده های محترم. اینک در 26مین قسمتی از مضمون فوتوگرافی، من علی امید خدمت شما معلومات های را همه دارم. امیدوارم این درس برای شما مؤثر واقع شد. در این درس ما یک بحث بسیار زیبا و مهمی در بخش عکاسی میخوانیم که چویس انگل یا انتخاب زاویه هستند. انتخاب زاویه به معنی چی؟ یعنی انتخاب زاویه دید و محل قرار گرفتن کمره نسبت به موضوع عکاسی است. یکی از مهمترین قسمت خلق یک عکس خوبه میتونیم انتخاب زاویه بنامیم. شما اگر محسنین گرامی به اسلاید نگاه بکنید، ما در اینجا یک مجسمه هستند. مجسمه هستند که به این حالت نشسته است، از زاویه مختلف عکاسی شده. شاید سوال ما از شما اگر باشه که کدام زاویش بهتر است، قطعا شما میگین که بهترین زاویش این تصاویر باشه، یعنی از بالا از چپ تصاویر بالا سومین تصاویر، و اگر از راست بگیم از سمت بالا اولین تصاویر. این بهترین زاویه است. میتونیم که زاویه های مختلف برازی هم بنامیم که از پشت زاویه میتونه زاویه دوم بهتره و سوم میتونه در آخر همین رقم برادف و ترین زاویه این زاویه است که هستن. ما حس نمیتونیم که این چی هستن. در عکاسی زاویه خیلی مهمه. ما میتونیم که به طور نمونه برای شما یک موارد مطرح بکنیم. شما فرض بگیرین این یک موتره، یک موتره. ما اگر این موتره از بالای شخص بگیریم، اینی شکل دیدن میشه. به این شکل دیدن میشه. این قطعا تصاویر جالبی نیست برای ما. پس اگر موتر از کنارش ببینیم به این شکل، اگر ما ببینیم طور مثال این هم یک تصویر موتر از کنار شه، و یا این موتر اگر از روبرویش ببینیم به این شکل، قطعا وقتی که شما هر چیزی که به شما نزدیک است، درس قبلی ما و شما خوانده بودیم که او به نام پرسپکتیف هستند، به این شکل دیده میشه. به نظر شما یک موتر از کدام قسمت خود گرفته شده که یک عکس معیاری تر باشه؟ شما از بالا گرفته موافق نبودین، از این طرف گرفتین، از پیش رو. حتی ما میتونیم که از پشت موتر اگر یک عکس بگیریم به این شکل دیده میشه. بسیار ساده، به احتمال زیاد به این شکل. ممکنه در اینجا پیش رو پشت سر یک موارد دیگه هم داره که تیرا به این شکل دیده میشه، صرف تیرا ممکنه سیابه. این بود از موتر. محصلین بزرگوار و بیننده های محترم، ما چی باید بکنیم که موتر خوب بگیریم؟ این موتر شد به این شکل. ما یک زاویه ای بگیریم که، یعنی اگر این زاویه را مد نظر بگیریم، موتر را به این شکل ببینیم، این زاویه زاویه خود موتر اگر ما ببینیم، طور مثال این است 90 درجه، 90 درجه. پس در زاویه 90 درجه مثبت و می طرف منفی، ما 45 درجه رو که بگیریم، موتر به این شکل دیده میشه. به این شکل موتر دیده میشه. من عملا برای شما نشان میدم. در این تصاویر یک مقدار شما متوجه میشین که این موتر قطعا هم شیشهش دیده میشه، هم احتمال داره پلیتش دیده شده و هم بالایش دیده میشه. یک زاویه است که ما یک نمونه را برای شما گفتم که این موتر اگر ما به این شکل ببینیم قطعا زیباست. مجموعه تصاویر که دیدین، و یا مثلا نمونه تن شما از این کمره که شما رکورد میکنید، اگر ما این کمره را به تبلیغات بمانیم، یعنی بگویم که این کمره چی هست، این قسمت زیبا نیست، پس مستقیم هم احتمال در زیبا نیست، به این شکل هم زیبا دیده نمیشه. اما زاویه 45 درجه را هرگاه ما اگر تصاویر به این شکل کمره را به شما به عکس گرفته شد، این زیبایی خاص خود دارم. میمانه بعض چیزها، حتی همی قلم هم به این شکل زیبا نیست، به این شکل زیبا نیست،
به این شکل هم زبان است، به این شکل حتی میتونیم به این نگاه که یک مقدار نوکش هم دیده شه و پشت سر شه، این زیبایی است. این شما چیکار میکنین؟ هر تصویری که خواستین بگیرین، خصوصا موضوع بحث که خیلی زیاد مطرح است، مثلا چوکی هست که ما برای محصلین وقتی که اولین بار که عکاسی میشه یک چوکی رو برایشان میارم. این چوکی رو شما نگاه بکنید، یک پروداکت تولید هستن. شما قطعا اگر اینی شکل عکس بگیرین عکس زیبا نیستن، پس اگر این شکل عکس بگیرین هم زیبا نیستن، مستقیم از بالا بگیرین هم زیبا نیستن. ما نهایت تلاش بکنیم چوکی ها رو به این شکل عین معتبر فکر کنید. شما یعنی زاویه که شما به فریم کامرا میبینید این زیباتر است. حتی میتونیم که این زاویه دیدی که هست به این شکل نه به این شکل اگر دیده شود که یک مقدار بالایش هم احساس شود این زاویه زاویه زیبا است. ما در زاویه دو حالت داریم. یک حالت چی است که خود سوژه به اختیار ماست، مثلا ما هر قسم او سوژه را چیدمان میتونیم. فرض بگیم که یک کامرا در حالت تبلیغات هست، یک پروداکت تولید یک کمپانی هست، ما میخوایم این را میتونیم که در بالای میز بانیم، لایت های مختلف از استفاده بکنیم، از زاویه مختلف از عکس بگیریم که تا از یک قسمت از یک عکس خوب بیاد. و ناگفته نمانه شما از چند زاویه عکس بگیریم و او عکس خود در یک پلیت همه شان همزمان نشان بتین که کامپیر مقایسوی یعنی کدام عکس بهتر است. در او قسمت حتما شما کوشش کنین که از افراد خبره که در او بخش رشته تبلیغاتی و آشنایی داره، معلومات داره، از اونا هم کمک بخواین که تا یک بهترین عکس شما را اونا پسند بکنه که کدام یک عکس بهتر است که تا او عکس برای تولیدات. هر از گاهی بعضی وقتها یک تصویر پاسخگو نیست، ناگزیره که یک قسمت دوم یا سوم از اون تصویر هم شما نشان بدین. شما وقتی که یک پروداکت یا یک تولید از بازارهای آنلاین خریداری میکنید مثل آمازون یا یک فروشگاه های اینترنتی معتبر، یک کامپیوتر شما وقتی که شما را نشان میده به این شکل، اگر ما بر شما نشان بدیم یک بار کامپیوتر به این شکل نشان میده و قطعا یک کامپیوتر بار دوم به این شکل نشان میده پشت سر به این شکل، حتی کامپیوتر وقتی که به این اندازه هست این شکل هم برای شما نشان میده و حتی اگر که ما قاط کنیم پشت سر هم در تمام زاویه های زیر برای شما را به خاطر از این نشان میده که مشتری دقت بکنه که کامپیوتر که میخواد از چند جهت از این ببینه تا که پسند میکنه نمیکنه. این بود در قسمت انتخاب زاویه. انتخاب زاویه یکی از موضوعات بسیار مهمی در عکاسی است. شما محصلین گرامی وقتی که یک تولید میخواهید عکاسی بکنید نهایت تلاش بکنید که از جهتهای مختلف عین داستان به چهره میمانم. شما میخواهید که برای یک کسی که خود کاندید کرده یک عکس پورتریت بگیریم، یک بار مستقیم مثل که من نگاه میکنم به این شکل، باز دوباره یک بار به این شکل بگیریم، بار دوم به این شکل، از زاویه های مختلف، از حالت های مختلف، حتی او رو وادار بکنیم که بسیار طبیعی تر و عادی گونه به که او در یک از مراسم ها در حال سخنرانی باشه. یعنی قطعا وقتی سخنرانی میکنه انسان ها از دست های خود استفاده میکنه، دست های خود به حرکت میره، این می حالت های از که گرفته شود ممکنه طبیعی تر به نسبت به این که اونا رو شما بگین که رو بروی کمره نگاه کن، پلک نزن، مستقیم مثلا خندم نکو، قهرم نباش، او حالت حالت زیبایی نیستم. در این قسمت ما بحث دیگه ای که به شما محصلین و بیننده ها شریک می سازم گنجاندن افراد در عکس است. یعنی ما هر از گاهی که افزودن افراد به عکس مفهوم فضا را تصویر می دهد و این کار رابطه برقرار کردن با عکس را آسان میکنه و بعضی موقع با یک مفهوم از بزرگی و کوچکی یا مقیاس را نیز نشان میده. و به طور نمونه شما در این سلاید نگاه بکنید، روضه مزار شریف هستند، در آخر هم یک چند فرد دیده میشن در پیش روی ازیم. اگر ما این را مقیاس بکنیم به افراد احتمال داره که
این پنج قدری افراد هستند، این ارتفاعشان هر فرد از 150 تا 200 بگیریم، ما میتونیم که یک تخمینی بگیم که ارتفاع این روضه مبارک قدر است. و یا مثال ساده، شما به طور نمونه این کمره را برای شما نشان میدم. هرگاه این کمره را اگر ما دست ما باشه همزمان با دست یک جای عکس گرفته شد، این اندازه ابعاد نظر شما اما تخمین میتونین، یعنی حد زده میتونین که چقدر است. در فضای مجازی یک عکس اگر افغانی ما دیده شد، احتمال داره که اگر فتوشاپ نباشه واقعیت باشه چیزی زیبا بود. یک سنگی از لاجورد به این اندازه کلان اینا در پیش روی خود گرفته بود با دو دست خود. او هر بیننده که وقتی میدید میگفت که به چه لاجورد کلانی هست، سنگ لاجورد مثلا یک سنگ زیبا و همونطور خالص کامل. و یا مثلا امو قسم یک عکس دیگر دوستا گفتن که از بدخشان زمرد هستن، یک رنگ سبزگونه داشتن که به شکل کریستالی کار شده بود. این نفر وقتی گرفته بود با دو دست خود به مشکل رو حلقه میتونست. اینا نشان میده که چی اندازه کلان است، خصوصا یک شیء که برای خیلی کسا نامانوس باشه قطعا در کنار از یک چیز میمانم. و یا شما منظره ها و طبیعتی که شما عکاسی میکنین اونجا یا فرد یا حیوانات باشه یا یک وسیله مثل موتر یا یک چیزی باشه که در چشم انسان عملا روزانه وقتی که استفاده میکنه میبینه، یک مقیاس میتونه. این بود در قسمت گنجاندن افراد در عکس تا مقیاس اندازه بزرگی و خوردی یک تصویر حد زده میتونم. بحث بعدی ما محصلین گرامی وضوح تصویر است یا ریزولوشن. قطعا شما بارها متوجه شده باشین که وقتی که یک عکس شما میگیرین به طرف مقابل میگین که عکس با ریزولوشن بالا بگیر، یعنی میگین که این داکومنت اسناد مرا با ریزولوشن 300 بگیر. یا به کسی برای شما پیام میده که در این وبسایت با ریزولوشن 100 به من عکس بفرست. و یا می عکاسخانه ها وقتی که عکس چاپ میکنه همین بیلبورد ها را با رزولوشن 72 میگیره، مگر از 72 پایین نباشه و دلیل اینکه مصرف رنگی کمتر باشه. در این تصویر سلاید اگر نگاه کنین رزولوشن چی هست، من برای شما بسیار به صورت ساده رزولوشن این رقم اگر بیان کنم که تا شما متوجه شین. رزولوشن عبارت از وضوح تصویری است یا قدرت تفکیک پذیری، یعنی ما یک تصویر وقتی که بررسی میکنیم نگاه بکنیم که چقدر تفکیک پذیری داره، این به صورت کل شناسایی بکنیم که چقدر واضح به ما دیده میشم. توانایی سیستم که برای متمایز سازی جزئیات یک عکس در یک سیگنال تصویری است. رزولوشن عموما با دو پیمایش اندازه گیری میکنه، یا دی پی آی است یعنی دات پر اینچ، هر نقطه بر اینچ، یعنی نقطه نقطه که هست بر یک اینچ محاسبه میشه، یا پی پی آی یعنی پیکسل پر اینچ، که هر پیکسلی که در استفاده میشه در یک اینچ این مقیاس قرار میده. اینجا شما میفهمین محسنین گرامی با اندازه ها را قطعا آشنا هستین که میتونیم میلیمیتر بگویم، باز سانتیمیتر بگویم، اینچ هم یک اندازه ای هست که ای مقیاس میشه. وضوح 72 پی پی آی یعنی در هر اینچ مربع، ما وقتی که یک تصویر میگیم 72 پی آی یعنی 72 پی پی آی به چه مفهوم است؟ رزولوشن چه 72 هست؟ یعنی پیکسل پر اینچ. باز ما چیکار میکنیم؟ این 72 را ضریب 72 طول ضرب عرض میکنیم. این چند میتره به ما؟ مثلا 72 5182 5182. پس این رقم گفته میتونیم که اینمی 72 رزولوشن چی؟ چقدر دات پر اینچ هست؟ 5182 نقطه به اینچ هست. هر این نقطه که شما حس میکنید در یک اینچ قرار میگیره. در اینجا یک تصویر که وقتی نگاه میکنیم به تصویر وضوح یک بر یک هیچ تصویر دیده نمیشه، دوی بر دو یک مقدار چهار خانه را تشکیل میده، 5 بر 5
که 25 اینچ پیر به حساب 25 پکسل بر این شوه، یک حس میکنی که یک ساختار به وجود آمده. 10^10 که میشه 100 این پکسل پیر اینچ، یعنی 100 پی پی آی وضوح تصویریش باشه، یک آره تشکیل میده. وقتی 100/100 که میشه یکن دهن صدن هزارن ده هزار، 10,000 پی پی آی یک آر کامل ما به تصویر خود میبینیم. رزولوشن قطعا هر قدر که کوالیتی تصویر شما بالا باشه، رزولوشن چی بالا هسته، امی قدرت تحقیق پذیری بازمو وقتی که ما کامراهای عکاسی رو میگیریم مگاپیکسل میگه، اینا پیکسل بر وضوح تصویری یا رزولوشن تاثیر مستقیم داره. محصلین گرامی، در 26 قسمت از درس هایی که با ما همراه هستین، از توجه و حوصله‌مندی شما جهان سپاس. موفق و معید باشین.